نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين وخاتم النبيين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الله في كتابه إنه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج وارزقه النصر والعافية واجعلنا من المستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. نفس سرکش و طغیانگر و چموش خودم را و شما عزیزان نمازگزار را خاضعانه توصیه به تقوای الهی می نمایم. امیدوارم همه شما خوبان با امام خوبان و امام المتقین و امام پرهیزداران یعنی آقا امیر المؤمنین مشکل کشا علی انشاءالله محشور شوید و به حق اون آقا همه شما خوبان امروز دست خالی بر نگردید، حاجات همه شما روا شود به گفتن صلوات بلند. در دهه غم‌انگیز شهادت یگانه دخت پیامبر معظم اسلام زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم. اون بیبی که در عالم نظیر ندارد، که فعلا وجودش بیشتر از اون زمان احساس میشد که باید تمام عالمیان و مخصوصا زنان مسلمان اقتدای به حضرتش کنند و افتخار کنند که ما در جامعه بشریت و انسانیت و اسلامیت مخصوصا در جامعه زن شخصیتی بمانند زهرا داریم. زهرایی که حتی امام زمان شما، ولی عصر شما، اون یگانه ذخیره خدا در روی زمین و حجت خدا در روی زمین به کرات فرمودن و فبنت رسول الله لی اسوه حسنه، من امام زمان بر مادرم زهرای مرضیه اقتدا می کنم چون شخصیت ایشان در عالم نظیر نداشت و ندارد و نخواهد داشت. حدیث موثق داریم که فرمودن اگر خداوند آقا امیر المؤمنین مشکل کشا علی ابو الحسنین
فاتح تمام میادین، اون یگانه مرشد و رهبر کل عالم بعد از پیامبر خلق نمیشود، زهرای مرضیه اصلا هم کفر نداشت. چون ما در اصحاب خمسه مطهره غیر زهرا و علی و حسنین و پیامبر کسی دیگر را نداریم، لذا هیچ کس نمیتوانست هم کف زهرای مرضیه سلام الله علیها باشد، که ما از زبان گرم شما به اون مصیبت دار واقعی، اون آقایی که حتما شال عزا را در گردن دارد تسلیت عرض میکنیم و خاضعانه عرض میکنیم آقا جان شهادت مادرت زهرا را برای شما تسلیت گفته. از زبان گرم این عزیزان شرکت کننده در نماز جمعه سرسلامتی برای خودت خواستاریم که انشاءالله در این زمینه در خطبه دوم خدمت شما عزیزان پاره از اوصاف زهرا، و الا میتوان عاجزانه عرض کرد کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. ما کجا و فضائل زهرا کجا؟ غیر از ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین دیگر هیچ کس نمیتواند در این دریای مواج فضائل زهرای مرضیه آب بازی کنند، ولی یک شمه هم از فرمایشات خودشان هم از فرمایشات پدرشان که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنابر شهادت قرآن هر چی که می فرماید وحی است. این وحی یا در قرآن آمده یا نیامده، اما از زبان گوهربار پیامبر وقت صادر می شود برای ما حجت است، چون قول و فعل و بیان و حرکات و سکنات پیامبر کلش بر علاوه ای که برای ما الگوست. چون خداوند فرمود تمام شما باید از پیامبر معظم اسلام اسوه و اقتدا و الگو بگیرید، لذا ما هر چی را از پیامبر میشنویم از خدا شنیده ایم. ولی چون معمول خطبه های نماز جمعه در قسمت تقواست، آیه ای را خدمت شما عرض کردم مختصر ترجمه کنم و در اخیر انشاءالله از فضائل بی بی یک گوشه ای را خدمت شما خوبان عرض کنم که لااقل دست خالی بر نگردی. وقت خانه رفتی، شب خوابیدی، لحاف به صورتت کشیدی، صورتت را با پتو پوشاندی، از اول صبح تا شام هر کار کرده ای با خود محاسبه کردی، لااقل در این قسمتش خوشحال شوی که خدا را شکر لحظه پای صحبتهای بیبی نشستم، لحظه درد دل بیبی را گوش کردم، شنیدم و انشاءالله عمل کردم. چون بر بیبی شما خیلی ظلم شد، به حدی که در فراق پیامبر معظم اسلام ای بیبی او قدر گریه می کرد که اهل شهر و دیارش به ستو آمدن، آمدن یخن علی را جفت کردن، گفتن آقا جان ما اصلا از گریه زهرا آرام نداریم، آرامش ما سلب شده است. به این بی بی بگو یا شب گریه کند یا روز گریه کند. بعدها علی چکار کرد؟ خدا چقدر این نامظلومه که حتی گریه کردن هم نمیگذارن. یک روز زهرا درد دل میکنه با علی،
علی جان شنیده مردم به تو سلام نمی کنن. علی چه فرمود؟ علی گفت زهرا کم شنیده، سلام که سهل است، حتی من سلام میکنم جواب سلامم رو نمیدهم. درود بر علامه امینی. اونی که نهج کتاب الغدیر جمع‌آوری کرده فرمود اگر خداوند من دوباره یک عمر طولانی عنایت میکرد، یک خیمه ای را برپا میکردم فقط به خاطر مظلومیت علی گریه میکردم، فقط امین دیگه. او فهمیده که علی چقدر مظلومه. علی با این عظمتش مردم که بهش سلام نمیکنه که سهل است که حتی جواب سلامش را هم که واجب نمیدهن. بعد پیام علی مجبور میشه و چیکار میکنه؟ یک بیت الاحزان را در بیرون شهر درست میکنه که زهرا روزه ها دست حسن و حسین میگیرن، اونجا میرود در فراق پیامبر نازنین اسلام گریه میکند و بر میگردد. شما از این مجمل بخوان تا آخرش این کتاب مفصل شما بخوانین که بر حضرت چقدر سخت گذشته است که حتی گریه کردنش هم ممنوع بوده. او مانند سالهای اولی که عزیزان ما تشریف دارن که حتی روزخانه سید الشهدا برشان قطغن بوده، ممنوع بوده، ولی حال خدا را شکر ما در افغانستان خصوصا در شهر صنایع غزنوی اذان علی اللهی را با افتخار از تمام مناره های مسجد بلند است که ما شاکریم. بیبی جان این حتما یک عنایت خودت بوده است. ما دهه فاطمیه را می توانیم به حد اعلا ازش تجلیل بگیریم. می توانیم از آقا امیرالمومنین در هر گوشه و کنار سخن بگوییم. این یقینا لطف زهراست، لطف علی است، لطف امام زمان است که ما خدا را شاکریم. آیه ای را که خدمت شما عرض کردم به خاطر که در این روزها خیلی مردم ما سرگردانن، دنبال این و آنن، ای تلاش میکنن که طرف را یک جوری ولو با رشوه ولو با واسطه یک جوری گیرش بده که واقعا درست نیست. ببین آیه ای را خواندم از سوره مبارکه بقره است، آیه 188. قرآن به صراحت می فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهایتان را به باطل نخورید، حق یک برادر کلانتان را غصب نکنید، حق برادرانتان را نخورید. چون ما در اسلام چند چیز داریم که او جایز یا میراث میرسه، یا خودت تجارت میکنی یا کار میکنی یا معامله میکنی یا حق و زحمه دستت هست، ولی با رشوه و با ربا و با گران فروشی و با حق تلفی ای به جایی نمیرسه. فرمود حق مردم نخورید و تدلو بها الالحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالعیس. می فرماید شما یک مقدار مال حرام جمع جور میکنی، بدهن و کسه قاضی و سارنوال و حاکم جور می سپاری به عنوان رشوه. برای چی؟ این مال حرام میدهی که یک مقدار مال حرام برادرت را ظالمانه بگیری. ایده کجای کتاب روایه؟ باز نامت را ما بگذاریم مسلمان، کلمه هم بخوانیم. ای دیگه واقعا نادرست است. در حالی که و انتم تعلمون، خودت خوب میفهمی. میگه قاضی یک جاهل است در بین دو تا عالم، دو تا آدم دعواگر
اتمن می فهمه کی حق کی ناحق. ولی پیش از او حاکم و قاضی و حکم که ما مراجعه کردیم او نمی دانه. مجبور یا شاهد یا گواه یا اسناد ما حاضر کنیم که تا بر از او فهمیده شود که کی حق و کی ناحق. قرآن میگه شما اینمی کار نکنیم که با رشوه و با اتفاقا خیلی کارا شده با رشوه، با واسطه، با صدها مشکل دیگر، صدها مشکل برای مسلمان ها خلق کرده. بعد ای آیه وقتی که تقریبا به پایان میرسه در آیه دیگهش که 89 میفرمایه ولیس البر بانتعت البیوت من ظهورها. میگه هر کار از خود را داره، وقت خواستی در این مسلح وارد بشوی رایش را پیدا میکنی، نمیتوانی از کلکن بیایی. هر کی از کلکن بیاید دوزد است. با کرات شنیدی پیامبر فرمود انا مدینت العلم و علی بابها. هر که میخواهد در شهر علم پیامبر معظم اسلام وارد شود رایش کجایه؟ باید از رای علی وارد شوی. این زمی علی مظلوم. پس پیامبر که فرمود انا مدینت العلم، اصلا شرح و تفسیر این زمی آیه یه که لیس البر بانتعت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا. فقط آدم خوبویه که تقوا داشته باشه. ببین عزیز من، اگر با یک آدم متقی دوستی و شراکت و معامله و سوداگری میکنی، آدم متقی به تو ضرر نمیرسد، نمیرساند، چون خدا برش اجازه نمیدهد. کسی که خدا داشته باشد ای حق نداره سر دخترت ظلم کند. کسی که دین داشته باشد دخترش رو نمیگذاره در خانه تو ظلم کند. لذا جوانان عزیز، اگر دختر میخوای فقط دین داشته باشه، صورتش فرق نمیکنه هر قسمی که باشه، ولی اویی که صورت دارد اما سیرتش آلوده یه ممکنه چندین تا رفیق داشته باشه. اگه شریک دین داشت، برادر دین داشت، رفیق دین داشت، به تو ضرر نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون وجدانش اجازه نمیدهد، دینش برش اجازه نمیدهد، ایمانش اجازه نمیدهد که حق تلفی کند یا اجحاف کند. پس تقوا در کجاست؟ ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقوا تقوا تقوا، پاک دامنی جوان، عفت. خوش به حال جوانی که خودش را آلوده نکرده. خداوندم تمام کارهایش را انشاءالله درست میکنه. بر پیرو آقا امیرالمومنین شرم است که جاهای دیگر برود. فقط تقوایش را 100% باید رعایت کند که این تقوا هم میتواند در دینش به دردش بخورد و هم در دنیایش. کاش کل قاضیا، کل سارنوالا، کل حاکمین لااقل یک خطبه علی را میخواندن، ترجمهش را یاد میگرفتن و نوع حکومت کردن و قضاوت و تسلط و سارنوالیگری را یاد میگرفتن. علی در نهج البلاغه میفرماید به خدا قسم، به خاطر که وقت شما گرفتن شد فقط ترجمه ازم خطبه را گرفتیم، خطبه 242، به خدا تا قسم اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان بسر ببرم و یا با غل و زنجیر مرا به این سو و آن سو بکشانن خوش دارم. تا خدا و پیامبر را در قیامت در حال ملاقات نمایم که به بعض بندگان ستم و از اموال عمومی را غصب کرده باشه. شنیدی رهبرت چی گفت؟ نان خدا میده،
غذا را خدا آماده میکنه، خانم برت خدا میده، جوان زنم خدا درست میکنه، دنبال حرام نباشی. علی فرمود قسم به خدا، قسم به خدا. این قسم به خدا اگر نعوذ بالله خلافش صادر و وارد شود، انسان مسئول است، دیه میگردد، فدیه میگردد، کفاره میگردد. فرمود قسم به خدا که ایر خوش ندارم، ولو ما را در روی خاره ها هم بگردانن، غل هم در گردنم باشد، که در بین خاره های مغیلان مرا در این طرف و او طرف بگردانن خوش دارم، ولی حق مظلوم را نمیخورم. خجالت میکشم که فردا خدا و پیامبر را ملاقات کنم در حالی که حق یک مظلوم در گردن ما باشه. سارنوالا میرقمه، حاکمه میرقمه، به خدا سلام بدی تا پول ندی علیکم نمیکنه. چون از مسیر علی خارج شدیم. وقت البیوت من ابوابها، در خانه باید از دروازهش بریم. اگر از دروازه نرفتیم، هر ظلمی که از دست ما بیاید میکنیم. اصلا همون طوری که در خطبه اول خدمت شما عرض کردم، در باره فضائل زهرای مرضی سخن گفتن خیلی مشکل است. بیبی که حتی رسول معظم اسلام دستور پیدا میکند که یا رسول الله 40 روز حق نداری در خانه تشریف ببری، در حالی که وجود مقدس پیامبر کاملا پاک است، معصوم است، پدر معصوم است و خاتم الانبیاست. برای چی؟ برای از اینکه خداوند میخواد یک هدیه ای را خدمت شما تقدیم کنه که هدیه نیاز دارد که 40 روز تو در خانه تشریف نبری. از بد خلقت عظمت یه بیبی پیداست. 40 روز پیامبر شما روزه میگیرد، شبها تا صبح عبادت میکند، وقتی 40 پوره میشود ملائکه نازل میشود. آقا امیرالمومنین میفرماید هر شام که وقت افطار میشد، پیامبر نازنین اسلام و من دستور میداد که دروازه ها باز باشه، اگر گرسنه ای رد میشه لااقل از افطاری ما مستفیض شود. جمعه قبل خدمت شما عرض کردم حضرت به این بیبی اوقدر احترام میگذاشت که وقتی از دروازه داخل میشد، اتفاقا خود ام المؤمنین عایشه میگه من هیچ کس را شبیه تری به پیغمبر غیر از زهرا ندیدم. گاهی وقتا بیبی همه ام المؤمنین عایشه میگه سر زهرا را بوسه میکرد، بعد میگفت بیبی جان کاش من یک موی در سر تو بودم. و را رفتن پیغمبر شبیه به زهرا، را رفتن زهرا شبیه پیغمبر. ای بیبی با ای عظمتش خداوند یک آیه ایره که شما همی آیه همی سوره مبارکه ناتینا کلکوسر که چند تا آیه داره زیادم نیه، هیچ کدام جمله ازی در دیگه جای قرآن نیامده، اصلا تکرار نشده. در این 6600 چی قدر آیه قرآن اینمی آیه های در دیگه جای تکرار، در حالی که ما جمله تکراری در قرآن زیاد داریم. این ناعته اونمو رقم که زهرا تکرار نشده نیه، اونمو رقم که علی دیگه بدیلش در دنیا نیست، اونمو رقم که حسن نظیر ندارد، اما اون قسمی که حسین در دنیا بی نظیر است، ام سوره کوثر بی نظیر است، ام شأن نزولش که زهراست بی نظیر است، و ام انشالله شما که فرزندانش هستین بی نظیر باشید. ای که من میگویم شما فرزندان زهرا، از زبان خود زهرا میگویم. شما حتما شنیدید، جمعه قبلم خدمت شما عرض کردم، اسمای بنت امیس میگه من خدمت بی بی بودم،
در اون لحظات آخر چندین روز مانده و شهادتش گفت اسما، این جنازه ها را که حمل میکنند و میبرند من خیلی نگرانم که جنازه زن و مرد فرق میشه. اسما چی میگه؟ اسما فرمود بیبی جان، ما وقتی که در حبشه بودیم یک قسم تابوت را درست میکردن که زن به بین از این وقتی میگذاشتن دیگه فهمیده نمیشود. میدانه که بیبی حتی نگرانی بعد از ارتحالش هم داره که جنازهش هم باید فرق نشه. ایره میگه حیا، زنان ما صد قسم آرایش میکنه، دروازه به دروازه، دکان به دکان میگرده، مگر این میشه پیروی زهرا؟ صد دفعه شاید شنیده باشی پیرمردی کوری نابینا آمده زهرا خود مخفی میکنه. پیامبر میگه زهرا جان این نابینای، میگه بابا اگه این نابینای من بینایه من چشم دارم، این لاقل از بوی عطر منم استشمام نکنه. ایره میگه دین. بعد وقتی اسما فرمود در حبشه این کار میشد، میگه خاطر زهرا کاملا جمع شد، چوبا رو درست کرد و ناورد، زهرا خیلی خوشحال شد. و بعضی تاریخ نویسان نوشته میکنه او وقتی هم که زهرا از دنیا رفت دیگه هیچ کسی، فقط اسما بود. میگه به اسما گفت اسما جان، غسل کرد، حمام کرد، پاک کرد، تمیز کرد، حتی بعضی ها میگه یک مقدار آردم جدیدن خمیر کرد. میگه من وقتی دیدم بیبی این همه کارا رو میکنه خوشحال شدم، گفتم خوبه دیگه بیبی ما الحمدلله بهتر شده. ولی منظورش این بوده که برای چند روز دیگه هم باید حسن و حسین، زینب و کلثوم غذای دستپخت مادرشون نداشته باشه، این قدر وفا دارن. علی باید دسترخانش بدون نان زهرا نباشه. خوشحال شدم؟ نه. گفت از او کافوری که خداوند برای پیامبرش از بهشت روانه کرده بود، یک سومش مصرف وجود مقدس و نازنین پیامبر شد، یک سومش مال منه، یک سومش مال علی، یکی به عنوان امانت باشه، امورم برای ما بیار. خودش شستشو کرد، رو برای قبله خوابید، فرمود اسما لحظات گذشت مرا صدا کن، اگر صدای زهرا را نشنیدی به علی خبر بده، علی جان زهرای مسافرت رفت. خجالت نکش در فراق زهرا بلند گریه کن، ام صدای با زینب و گلسوم باش. اسما میگه لحظات گذشت، صدا کردم بیبی جان، صدا نیامد. یا بنت رسول الله، صدا نیامد. یا ام الحسنین، صدا نیامد. رفتم تکان دادم، دیدم روحش به ملأ اعلا پرواز کرده است. خدا، گریه کردم، از حجره بیرون شدم. تا بیرون شدم دیدم حسن و حسین سراسیمه میخواستن وارد شوند. گفتم آقا زاده خانه تشریف نبرید. فرمودن مگر مادرم خواب رفته؟ قبلا که این موقع روز خواب نمیکرد. عرض کردم نوری چشمان مادرتان به جدتان ملحق شد. میگه حسین رفت پاهای زهرا را گرفته، حسین رفته مادر را تکان میده، پاهای مادرم میبوسن. مادر جان قبل از آن که روح ما از بین بره و صدای ما رو بشنو، جواب ما رو بدی. دیدن نه مادر ملحق به بابا شده است، آمدن مسجد. تا خبر شهادت زهرا رو به علی گفتن، تاریخ نوشته میکنه میگه علی بر رو به زمین افتاد. علی که ایج وقت غیر از سجده دیگه خم نشده، حالا شهادت زهرا او را بیچاره کرده، افتاده است روی زمین، غش کرده، آب پاشیدن، این را بلندش کردن، رفت در خانه دید زهرا خوابیده، یک کاغذ کوچیکم وصیت‌نامه زهرا علی جان مرا ببخشید.
بابا تو چیکار کردی که من تو رو ببخشم؟ علی جان به حسن و حسین و زینبینم مدارا کن، چون اطفال که مادر ندارد قلبشان نازک است. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی انقلبون.